الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، همراهان برنامه سرزمین عشق و عاشقان حسینی. وقتتون بخیر باشه. شام وفات حضرت ام البنین مادر حضرت عباس علیه السلام و همسر با وفای آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم و از این مکان مقدس کربلای معلا نایب زیاره همه شما خوبان هستیم و انشاءالله برنامه امشب رو هم به احترام این بزرگ بانوی اسلام اختصاص خواهیم داد به زندگی ایشون و آنچه که در حقیقت راجع به این بانوی ارجمند باید بدانیم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم و مفصل راجع به این بانوی بزرگوار صحبت بکنیم، عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب آیت الله شیخ حسین فدایی که در خدمتشون هستیم و بعد از اون انشالله آهسته آهسته وارد بحث بشیم. جناب سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله بر شما و بر همه بینندگان عزیزمون و این روز غمگین را به اونها تسلیت عرض میکنیم. خدا حفظتون بکنه. اضافه فرمود از ادبی بکنیم خدمت این دو نور بزرگوار رو بعد انشالله وارد بحث بشیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از آقا امام زمان و تمامی دوستان حضرت و محبان حضرت، مخصوصا بانوی بزرگ ام البنین و همه عاشقان آقا و عاشقان زیارت آقا امیر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به نیابت از همه سلام عرض خدمت آقا می رسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. و به اون روایتی که عرض شد، سه بار هر وقت یاد آقا امام حسین کردید سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی المستشهدین بین ایدیک و علی اخیک ابی الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا قمر العشیره یا ابا الفضل العباس. باز امشب هم تسلیت عرض می کنیم. اعظم الله لك الاجر بامک و وفات امک السیده ام البنین. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. دعا میکنم همه شما خوبان و عزیزان و عاشقان آقا امام حسین علیه السلام هرچه زودتر مهمان صحن و سرای آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام باشید و در بین الحرمین به عشق آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام قدم بردارید و ذکر یا حسین و یا حسین و یا حسین بر لبتون داشته باشید. همونا آقا امام حسین علیه السلام استثناء عالم هستند و زیارت آقا امام حسین علیه السلام، هر قدم در زیارت آقا امام حسین علیه السلام اجر و پاداش بسیار زیادی داره که حقیقتا بیان کردن اون و به عدد و به احصا در آوردن اون کار هر کسی نیست. تا جایی که در ایام
عاشورا و در ایام زیارت اربعین، بالاخص زیارت آقای امام حسین علیه السلام، هر قدم از زیارت آقای امام حسین علیه السلام از یک حج و عمره همراه با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله گرفته تا 70 حج و عمره خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله مرتبه و ثواب اون در حقیقت ذکر شده. الله اکبر. چه جایگاهی داره آقای امام حسین علیه السلام نزد خدای عزوجل؟ نمیدونیم، فقط همین اندازه میدونیم که ما عاشق حسینیم و به قول اون شعار زیبای عربی که میگه ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، به خداوندی خدا ای فاطمه زهرا، ای دخت نبی اکرم، هیچگاه حسین را فراموش نخواهیم کرد. فقط میدونیم که از بچگی این نوا در گوش ما و در ذهن ما دائما زمزمه میشه و تپش‌های قلب ما خواه ناخواه با نوای لبیک یا حسین خون رو به بدنمون پمپاژ میکنه. اجازه بفرمایید امشب رو هم اختصاص بدیم به حضرت ام البنین سلام الله علیها، که در بحث شهادت آقا امام حسین علیه السلام این مرد بزرگ نقش بسیار پررنگی داشتند و انشالله آشنا بشیم با خصوصیات و ویژگی های این بانوی ارجمند از زبان کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب آیت الله شیخ حسین فدایی. جا در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام البنین در واقع یکی از قهرمانان ارزش های انسانی و ارزش های جامعه متمدن هست و ایشان در اثر معرفت، شناخت و آگاهی که به الگوهای آسمانی خود داشتن، از این جهت تونستن به مدال و نشانه قهرمانی در زمینه ارزش‌های انسانی، در زمینه ارزش‌های تمدن و جامعه متمدن این مدار را به دست بیارن و ثابت کنن. در واقع ام البنین میشه گفت که زندگیش را با سه مرحله توضیح بدیم. بله. مرحله اول همون مرحله ازدواج بود و اختیار کردن ازدواج با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام را، که این تقریبا صحبتش شب گذشته مختصرا گذشت. امشب انشالله سعی میکنیم که دو بخش دیگه از زندگی حضرت را به عرض برسانیم. بخش اول بعد از قصه ازدواج، بعد از مرحله ازدواج، بخش اول اینه که در ایامی که با آقا امام حسین در مدینه بودن زندگی می کردن تا وقتی که حضرت از مدینه خارج شدن، و مرحله دوم، بخش دوم که در واقع سوم میشه، ما بعد از شهادت، رفتار ایشون در بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام. اما در ایامی که آقا امام حسین علیه السلام در مدینه بودن، ام البنین خودش و فرزندانش را در اثر همون معرفت، آگاهی و شناختی که از امامان معصوم داشتن، از حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، تونستن به این مقام برسن و همیشه آگاهی، شناخت و معرفت، همیشه اینها انسان را به تعالی میرسونه. لذا یکی از برنامه‌های مهم اسلام و تأکید فراوانی داره آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، وقتی بیان میکنن مسئولیت‌های حاکم اسلامی را، یکی از واجباتشون اینه که مردم را علم و شناخت و آگاهی بده.
و اونها را با فرهنگ دینی و با فرهنگ آسمانی آشنا کنه. حضرت خیلی تأکید میکنن و برعکس دنیای امروز که دنیای در واقع جنگل شده در اثر قانون جنگل بله در اثر استعمارگری و اینها، اینها تا میتونن خلاف آگاهی، خلاف شناخت، خلاف معرفت، یعنی همیشه سعیشون بر اینه که ملت‌ها را، افراد را اینا در تاریکی جهل و نادانی همتون نگه دارن. چون واقعا آگاهیه که نمیشه، انسان آگاه را نمیشه کاری کرد. حالا ام البنین در واقع در اثر اون آگاهی و شناختی که از عرض شد الگوهای آسمانی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، این سبب شد که حضرت با محبتی که داشتن تمام سختی ها را بر خودشون آسان کنند. چون محبت واقعا انسانی که محب دیگری شد و اون را در کمال انسانیت دید و پسندید که او الگوی خودش باشه، در واقع این محبت تمام سختی هایی که در این راه وجود داره به خودش تحمل و پذیرش میده. بنابراین عامل اصلی این قهرمان شدن حضرت ام البنین، عامل اصلیش همون معرفت و آگاهیش بود. بله. که این محبت و که این معرفت و آگاهی سبب شد محبت پیدا کنه و این محبت سبب شد که سختی ها را تحمل کنه و بر سختی ها صبر کنه. در واقع آیات قرآن ما داریم که چقدر از مقام علم و از عالم خدا تعریف میکنه. مثلا یه آیه کریمه است، انما یخشى الله من عباده العلماء. انما اداه حصر، یعنی فقط انسان با معرفت که از خدا خشیت داره، تقوای الهی داره. انسانی که تقوای الهی نداره، این معنیش اینه که معرفت نداره. و از لحاظ روایات هم زیاد داریم که مداد یک عالم این بر خون شهدا ترجیح داره نزد خدا. خواب یک عالم خیلی ثوابش بیشتر از افراد دیگر هستن که کارهای روزمره را انجام میدن. اینقدر خدای متعال و اهل بیت به عالم، به خلاصه دانش و علم و آگاهی ارج نهادن و قیمت گذاشتن، ارزش گذاشتن. بنابراین حضرت ام البنین در اثر آگاهی که داشتن صبر کردن بر سختی های زندگی. و روایات صبر هم که میبینیم راجع به صبر، روایتی هست خیلی جالبه که انسان وقتی از دنیا میره و در قبر او را می سپارند و میرن مشیعین، داره که نماز، روزه و عبادات دیگر، خمس، زکات، اینا میان چهار طرف او وی میسن و میگن ما حاضریم از شما دفاع کنیم. بله. روایت اینطور داره که صبر میاد و خودش را سایبان و سقف قرار میده بر میت و رو میکنه به نماز و روزه و اینها، میگه که اگر شما تونستید صاحبتون رو نجات بدید فبها، و الا برید کنار، من ازش دفاع میکنم و او را بهشتی میکنم. اینقدر مقام صبر. صبرم در روایات داریم که سه قسمه و هر سه قسمش و هر سه بخشش را ام البنین
داشتن و متحلی و خودشون را زیور این به این سه صبر زیور داده بودن. یکی صبر بر طاعت بود که ایشون دیشب کمی صحبت شد که در سختی های خانه امیرالمؤمنین، سختی های زندگی تحمل داشتن و اطاعت از زوج و عباداتی که داشتن، اینا تمامش صبر طاعت بهش میگن که ثوابش خیلی به. از اون بیشتر ثواب برای صبر بر ترک معصیت و ترک خلافه که باز هم ام البنین در زندگیشون خانمی بودن که در اثر تربیت و در اثر محیطی که خاندانشون داشتن، چون عرض شد که یه خاندان محترمی بودن، با شرافت و با کرامت بودن، تربیتشون تربیت خوبی بوده، لذا ام البنین در اثر اون هیچ خلافی در زندگیشون ثبت نشده، همش خوبی بوده، همش نیکی بوده. پس صبر بر ترک گناه که صبر بر معصیت هست و ثوابش از صبر اولی بیشتره و بالاتره. باز میبینیم ام البنین یکی از قهرمانان این صبر بوده. صبر سوم صبر بر مصیبت و مشکلات و نوائب زندگی که باز میبینیم ام البنین چهار فرزند خودش را بله. که واقعا دلبندش بودن و اینها را جوری تربیت کرده بود که مطیع فرمان خدا بودن، تمام اینها را در راه آقا امام حسین علیه السلام تقدیم کرد و خودشون تشویق کردن. وقتی آقا امام حسین علیه السلام از مدینه میخواستن خارج بشن، خود ام البنین اینطور داره در تاریخ که فرزندانشون، چهار فرزندش را تشویق کردن که حتما با آقا امام حسین باشید، همراه ایشون خارج بشید و سعی کنید اون چه که شایسته یک انسان فدوی یک آقایی باشه، سعی کنید اونگونه رفتار داشته باشید. و حتی در کتابی می دیدم که ام البنین به ابوالفضل و اون ستا برادرهاشون اینطور می‌فرمودند که فرزندانم کربلا میرید، یعنی با امام حسین بیرون میرید، مواظب باشید و بدانید که آقا امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفیه بله. وقتی هی حضرت او را میفرستدن برای حمله به جنگ به دشمن در جنگ جمل، ایشون خسته شدن و گفتن چرا مثلا امام حسین نمیفرستید بله. ام البنین یادآوری میکردن فرزندان خود را که مثل محمد حنفیه، که ها ببینید آقا امیرالمومنین فرمودن پسرم محمد حنفیه تو فرزند من هستی، ولی امام حسین فرزند آقا رسول خدا هستن و باید اونها را تو مواظبت کنی و دفاع از اونها کنی. لذا شما هم توصیه میکنم که امام حسین که الان امام حسین را همراه میشید، بدانید فرزند پیغمبره و شما فرزند امیرالمؤمنین هستید و باید مثل سر برای جسد اینطور رفتار محافظت کنید و مثل دو چشم به در سر چقدر اهمیت داره، مثل سر برای جسد و مثل دو چشم برای سر شما خدمتگزار آقا امام حسین علیه السلام باشید. ببینید این رفتاری بود که ام البنین سلام الله علیها تا وقتی که آقا امام حسین و هنگامی که آقا امام حسین میخواستن از مدینه خارج بشن،
البته مختصری از رفتار حضرت هست که نشانگر معرفت و بلندای معرفت حضرت بود، که اینطور توصیه میکنن فرزندانشون را که مواظب باشید. امام حسین فرزند پیغمبره و فرزند پیغمبر واجب احترام هست و واجب انسان او را محافظت کنه، و حتی اگر نیاز به این که انسان فدا کنه خودش را برای حفظ سلامتی حضرت، همین کار را هم انجام بدید. و همین طورم بود آقا ابوالفضل و همچنین اون سه برادر دیگر، و حتی به ابوالفضل سفارش میکنه که شما اون سه برادر دیگر را هم چون بزرگترشون هستید، و معمولاً پسر بزرگ در روایات هم داریم این به منزله پدر هست، لذا سفارش اون ستا را هم به ابوالفضل میکنن که مواظب باشید اونها هم رفتار و همسان شما در فداکاری برای آقا امام حسین علیه السلام بوده باشن. احسنتم، بسیار عالی. پس فرمودید که حضرت ام البنین سلام الله علیها در زمان حیات آقا امام حسین علیه السلام، یعنی اگر زندگیشون رو هم تو که فرمایید به دو مرحله تقسیم بکنیم، مرحله قبل از شهادت آقا امام حسین علیه السلام، همچون قبل، یعنی همچون زمانی که در ابتدای ازدواجشون واقعا امیرالمومنین علی علیه السلام بود، حریص بودن بر محافظت و مدارا و در حقیقت خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت، و حتی این نحوه رفتار رو در سفارش به فرزندانشون هم القا کردن و بیان کردن. خب این نشون دهنده همون مطلبی هست که حقیقتاً به خوبی و به نیکی هم خودتون فرمودید، اون میزان معرفتی که داشتن نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، خود به خود معرفت عشق میاره، ارادت میاره، محبت میاره، و وقتی که این فاکتورها باشه، آدم نه فقط زمان خودش را بلکه جان خودش رو هم فدای مولا و سرورش خواهد کرد. نمیدونم اگر صلاح میدونید هنوز از این مرحله دوم، یعنی قبل از شهادت آقای محسن هستم، هنوز مطلبی راجع به زندگی نامه حضرت ام البنین هست، یا یعنی که میخواد به مرحله بعد؟ یعنی خب وجود داره، ولی چون حالا امشب میخواییم یعنی مختص حضرت باشه و انشاءالله شبهای بعد بریم به اصل موضوع امون که صدیقه کبرا باشن، لذا سعی میکنیم به همین اندازه اکتفا بکنیم. البته مطلب هم هست که خوب عرض بشه که چرا حضرت ام البنین نرفتن همراه امام حسین به کربلا، مثل بقیه مخدرات دختران رسول خدا، چرا ایشون نرفتن؟ بله، در تاریخ داره که ایشون در اون موقع مریض احوال بودن. درست. یک و دو، اینکه ابوالفضل یعنی فرزندان خردسالی داشتن که باز هم بعضی از اونها مریض بودن، که ام البنین موندن، هم خودشون حالشون مساعد نبود و هم برای پرستاری فرزندان ابوالفضل عباس. بله. بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، چون به نیمه وقت برنامه رسیدیم، یک فاصله بگیریم بین این دو مرحله که فرمودید، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میان برنامه رو ببینیم، بعدش برگردیم ان شاء الله به ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ام بی بنینا زار و دل بگو زار و دل بانوی بیت امیر مؤمنان نظر آل فاطمه حسنی و جانم در مدینه بر حسین روزه خانم هم نوا با زینب
قامت کمان من کنیز فاطمه بانوی عالم اینم روز خانه کربلا ماتم حسینم از غمش حزینم ام بی بنینم از غمش از غمش حزینم من شنیدم کربلا قوغا به پا شد دست عباس رشید از تن جدا شد با لب تشنه علی اصغر فدا شد روی نیزه رأس شاه کربلا شد یاد آن ساقی و آن مشک بدون آب من خجل از زینب و شرمنده رباب یاد آن ساقی و آن مشک بدون آب من خجل از زینب و شرمنده رباب داغ او به سینم ام بی بنینم زار دل حزینم مادر تو الغم در لحظه های آخر تو قدم زدن در صحن و سرای آقای امام حسین علیه السلام رو برای همه شما عزیزان خوبان آرزو میکنیم و حقیقتاً کربلای معلا هر کی اومده وقتی که برگشته دوباره دلش رو حس کرده که کربلا جا گذاشته. امروز قبل از اینکه بیام خدمتتون برنامه با یکی از بینندگان عزیز پیغامی برای من فرستادن و عکسی که گرفته بودیم اونجا از همین استودیو و از این نما یعنی نمای گنبد بارگاه آقای امام حسین علیه السلام رو برای ایشون فرستادم. ایشون از راه دوری بودن، یکی از بینندگان شبکه از کشور هندوستان بودند که اتفاقا مهمان شبکه هم بودند به زبان انگلیسی. وقتی که عکس گنبد و بارگاه آقای امام حسین علیه السلام رو برای ایشون فرستادم با همون متن جواب نامه در حقیقت برام نوشته بودن که میدونید چقدر من دلم تنگ شده برای صحن و سرای آقای امام حسین، فقط برام دعا بکنید من دوباره بیام کربلا، هیچی دیگه نمیخوام. چه سری داره کربلا، حرم آقای امام حسین علیه السلام، نفسی که آدم میکشه توی این هوا چه سری داره که انسان رو جذب میکنه؟ الله اعلم، الله اعلم. خدا این توفیق رو از ما نگیر و به ما توفیق بده تا دم آخر، تا لحظه مرگ یا حسین گویان باشیم و خدمت بکنیم، نوکری بکنیم به این خاندان و در این خاندان و درگاه این خاندان هیچگاه دست گداییمون رو عقب نکشیم، همیشه دست گدایی ما به سمت این خاندان دراز باشه، چرا که هرچه داریم از این بزرگواران، ما خودمون هیچی نداریم. حقیقت رو عرض میکنم خدمتتون. حاج آقای فدایی چند شب پیش همون فکر میکنم جلسه اول بود بیان فرمودند، خیلی مسئله عمیق و زیبایی، هر چی خیر و خوبی و زیبایی هست مصدرش و منشأش اهل بیت عصمت و طهارت هستند و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها
که ایشون دیگه حتی بر خود اهل بیت، بر خود امامان هم حجتن. اگر اونها حجت بر ما هستند، حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بر خود ائمه اطهار علیهم السلام هستند. حضرت فدای در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم. بنابراین حضرت ام البنین با سفارش فرزندانشون و فرستادن اونها همراه آقا امام حسین علیه السلام، بخش این بخش را تقریبا به پایان میرسونن و میرن به طرف بخش دوم و بخش آخر زندگیشون، که وقتی آقا امام حسین با فرزندانشون و با خاندانشون از مدینه مکه تشریف میبرن و از مکه میرن، این حضرت ام البنین همش دنبال خبر گرفتن از آقا امام حسین اینا بودن، تا وقتی که آقا امام زین العابدین از سفر اسارت برگشتن و با خانم ها و دختران رسول خدایی که بودن آمدن مدینه. وقتی آمدن مدینه معمولا خدا خیرشون بده منبری ها تعریف میکنن که با اینکه اون بشر آمده بود و چون آقا امام زین العابدین سلام الله علیه با اون خاندانی که همراهشون بودن دختران پیغمبر و اینها چادری زدن بیرون از مدینه و بشر را فرستادن که خبر بدن که آقا امام سجاد آمدن، لذا ایشون رفتن خبر دادن و مردم هم همه گریان و سراسیمه و برسر زدن و اینها آمدن به پیشواز. ام البنین هم جزو این مردم بودن که شنیدید که وقتی شنید آقا امام حسین به شهادت رسیده غش کردن ایشون. و بعد از اینکه این جریان بود خودشون را رسوندن به پیشواز حضرت زینب سلام الله علیها. و در تاریخ داره وقتی ام البنین وارد شدن بر اسرا و استقبال کردن فریاد می زدن وا ولدا وا حسینا، نمی گفتن وا عباس وا عباس. وقت جالب اینه که اینطور در کتاب ها اومده که جالب اینه که حضرت زینب شناختن ام البنین را و دیدن ایشون اینجور دارن شیون می زنن و گریه می کنن، ایشون وا اخا وا عباسا را سر دادن. الله، یعنی چقدر مواسات کردن و با هم دیگه الله اکبر به حساب دلداری دادن به هم دیگه. و اینقدر این خانم بزرگوار بودن که بعد از رسیدن اسرا به یعنی خاندان پیغمبر به مدینه، ایشون در کتابها اومده که همه لذت‌های دنیا را بر خودشون حرام کردن. حتی در تاریخ داره که رخت خوابی که مثلا داشتن دیگه رخت خواب نمیخوابیدن، رو زمین ها میخوابیدن، چون میگفتن که من شنیدم، چون نبودن کربلا، من شنیدم که سه شبانه روز جسد آقا امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر روی خاکهای کربلا بوده، من چگونه رو رخت خواب برم و در رخت خواب بخوابم. الله. و این خیلی مواساته و خیلی معرفت بزرگیه که ایشون داشتن نسبت به امامشون. حاج آقا شاید بیان کردن این مطلب حالا خالی از معنا نیست و خالی از ارتباط نیست، اگر این مطلب رو بیان بکنیم که الان بیان همین مطالب شاید به زبان یک مقدار آسون باشه که خب روی رخت خواب نمیخوابیدن، روی خاک ها میخوابیدن، ولی الله اکبر دور زمان ما چطور شده که اگر رفتار حضرت ام البنین سلام الله علیها در مواسات با آنچه بر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون گذشت مواسات محسوب میشه، الان عزاداری هایی که برای آقای امام حسین علیه السلام انجام میشه به انواع مختلف به شکل های مختلف،
اینها رو در قالب مواسات برخی نمیارن و بر نمیتابند و مانع میشن، در حالی که در مواسات با آقای امام حسین علیه السلام اگر جان دادن هم مباح بود مجاز بود انسان که امام حسین اصلا جان بده، ولی خب چه کنیم که قتل نفس مجاز نیست و جایز نیست، گرچه بعضی علما هم فرمودن که حتی تا اون یعنی اگر در راه امام حسین سلام الله علیه به شهادت برسه، به قتل برسه، البته بعضی خیلی نادر میگن بح. ولی مشهور همینه که جزع و فزع برای آقا امام حسین نه فقط که راحت داره بلکه ثواب داره، مستحبه و امر شده به، و حتی روایت هم داریم که هر کی گریه کنه و فریاد بزنه صرخه به قول بله روایت بله سلام الله علیه، حضرت فرمایند این هم دردی کردن با حضرت زهرا سلام الله علیه، با پیغمبر خدا، با ماها اهل بیت هم دردی کردن و ثوابش و جزایش رو جز خدا نمیدونه چی هست. آقای شفایی من الان میخوام یه مطلب رو خدمت رو از بکنم. صحبت های شما خب در بیت آیت الله العظمى سه صدر حسینی شیرازی هستید و صحبت هاتون بوی نفس مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى سه صدر حسینی شیرازی رو میده و دم نفستون همون نفس هست و واقعا جا داره حالا من از فرصت استفاده بکنم تشکر بکنم از حضرت عالی و واقعا نایب الزیاره خود مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی باشیم اینجا در کربلا که حقیقتا طرفداری ایشون و قرص ایستادن و محکم ایستادن سر مسئله شعائر آقای امام حسین علیه السلام مسئله ایه که ما کمتر در بین باقی مراجع عظیم الشأن دیدیم. همه مراجع بر سر ما جا دارن، احترام میگذاریم و کلامشون کلامی تحقیق کرده و چیز هست، ولی که خط و مشی حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در قضیه آقای امام حسین علیه السلام به زرس قاطع میشه گفت در حقیقت شبیه و مانندی نداره، یک کتاز هستن به نحوی میشه گفتش که در این میدان و انشاءالله که خدا طول عمر با عزت به ایشون و شما بده انشاءالله. ببخشید من فرمایش رو قطع کردم ولی واقعا جا داشت تشکر بکنم چون این بحث بسیار مهمی هم هست. بله جزاکم الله خیرا، سلامت باشید، حسن ظنتونه و همطور همین گونه هم هستن و خب این هم در اثر همون عرض شد که مثل بانوی بزرگی که مثل ام البنین باشه اینجور فداکاری کردن و اهمیت دادن که فرزندانشون رو فرستادن کربلا، توصیه کردن، همون معرفت و شناخت به هم امام زمانشون و هم به وضع و روز بزا، اینا همش دلیل و نتیجه شناخت و آگاهی هست. بنابراین حضرت ام البنین با همدردی با حضرت زینب و حسینا و ولداه و حسینا میگن، فریاد میزنن، گریه میکنن و حضرت زینب میگن و آخا و عباسا، و بعدم که مقداری آروم میشن ام البنین در کتابی میدیدم که میان خدمت حضرت زینب سلام الله علیهما و سوال میکنن که آیا فرزندان من اونطور که من آرزو داشتم، اونطور که من سفارش میکردن وفا کردن یا نکردن؟ بله که حضرت زینب گریه میکنن و میگن اونم چه وفایی که مانند نداره و خدا به شما جزای خیر بده. و این خیلی مطلب مهمیه که بله که پیگیر بودن. و سپس از اون به بعد با حضرت زینب و با دیگران این مسئولیت رسوندن مظلومیت آقا امام حسین را به عهده گرفتن، اونم با چه راهی؟ چون در اون زمان واقعا خفقان شدید بوده، یزید عرض شد که ختم درست کرده بود، ختمایی که مردم
برده زرخرید اونها هستن. منظور از ختم همون مهر هستش دیگه، مهرهایی رو بله. تهیه کردن بله. مهر یا ختم بله. همون مهر یعنی یه چیزهایی از فلز درست کرده بودن که اینو میذاشتن و پیشانی مردم میزدن. الله اکبر. بله. این گونه اینها با مردم برخورد میکردن و تصرف داشتن، لذا کسی اصلا نمیتونست بگه بر چشم شما ابرو هست و بهترین راه برای اثبات مظلومیت همین گریه بود. لذا حضرت ام البنین کارشون گریه بود بعد از رسیدن خبر شهادت آقا امام حسین به مدینه. کار ام البنین گریه بوده و حتی در تاریخ داره که هر روز کارشون این بوده که عبیدالله را که کودک بودن نوهشون می شده، فرزند آقا ابوالفضل، ایشون را می بردن با خودشون و بعض چیزها را می دادن که بچه مشغول بشه و می رفتن در بقیع و 4 قبر درست می کردن و بعضی کتاب ها دیدم 5 قبر درست می کردن، 4 به عنوان 4 فرزندش و یکی هم به عنوان آقا امام حسین سلام الله علیه که بر اون قبر 5 بیشتر میشستن و گریه میکردن. و البته در تاریخ داره که حضرت ندبه میکردن. ندبه به معنای اینه که گریه خالی نیست، گریه که همراه با سوزش و همراه با یاد محاسن اون شهدا را به زبان میارن، یعنی در با همون حالت گریه اون کارها و آثار خوب اون مظلومیت اون شهدا را بیان میکردن ندبه. لذا حضرت ام البنین ندبه میکردن این شهدا را، مخصوصا برای امام حسین در تاریخ داره اشجا ندبه، یعنی حزینترین و اندوهترین ندبه ها و گریه ها و ناله ها بوده، به حدی که در تاریخ داره یکی از افراد که بسیار جافی، بسیار قسی القلب، دشمن اهل بیت، مروان حکم معروفه که ایشون مروان حکم از اونجا که رد می شد نمیتونست بگذره، از بس که این ناله سوزناک بوده که در تاریخ داره خود مروان هم میشست و گریه میکرد با اون دل سنگی که داشت. با اون دل سنگی آخ شما ببینید اگر مروان بشینه خب دیگر مردم چی؟ بله. لذا اصلا مدینه رو اینا یک قطعه به منقلب حساب کرده بودن، ها یک قطعه به حساب زده حکومت و ضد به حساب نظام اون زمان نشون داده بود و این را نمیتونستن تحمل کنن. یعنی در حقیقت به خاطر رفتار حضرت ام البنین و حضرت زینب سلام الله علیهما این منطقه مدینه تبدیل شده بود به جایگاهی که ندبه، زاری و گریه برای آقای امام حسین علیه السلام به نوعی به عنوان مخالفت و تضاد با حکومت وقت، حکومت یزید ملعون خودش رو بروز میداد و در حقیقت رهبران و سرکردگان این مراسم هم این دو بانوی بزرگوار بودند. و البته ناگفته نمونه که خود آقای امام سجاد علیه السلام هم در این مراسم در عزاداری ها بسیار بسیار فعالیت میکرد. روایت داره که حضرت طعام تهیه میکنند. اولین کسی که طعام تهیه کرد برای عزاداران آقای امام حسین علیه السلام آقای امام زین العابدین سلام الله علیه هستند که خودش این سرمشق دیگه برای مؤمنین. و بعضی ها ایراد میگن چرا غذا میدین، چرا آقای امام سجاد خودشون شروع کردن به دست مبارکشون طعام تهیه میکردن و حتی برای زوار و اینها، نه فقط برای اهل مدینه. و حتی اینکه خود ام البنین هم یه افرادی رو داشتن که اونها غذا تهیه میکردن که بقیه بتونن
به حساب عزاداریشون را ادامه بدن و مشغول باشن. آقای فدایی، یه سوالی اینجا مطرح میشه. در جنایتکار بودن یزید شک و شبهه ای نیست، یعنی حتی اهل تسنن و شیعیان که خب جای خود دارن، حتی اهل تسننی که منصف باشن، اندازه سر سوزنی انصاف داشته باشن، یزید رو اصلا جزء آدمیزاد حسابش نمی‌کنن. یعنی خیلی راحت بخوایم بگیم به خاطر اون جنایتی که کرد بعد از در حقیقت در 3 سال خلافت نحسی که داشت، من عذر میخوام از حضرت عالی به خاطر به کار بردن این واژه، حقیقتا حتی این واژه ها کم هست براش، چون کارهایی که کرد رو برمی‌شماریم. 3 جنایت بزرگ رو انجام داد: به شهادت رسوندن آقای امام حسین علیه السلام، خراب کردن کعبه و واقعه حره، که این 3 تا هر کدومش جهانی رو به گریه در میاره و جهانی رو در حقیقت در ماتم فرو میبره، هر کدوم اینها. خب یک چنین حکومت طاغوتی که پایه های خودش رو بر اساس خفقان و بر اساس ظلم و بر اساس کشتن بیگناهان، دیگه بزرگترین بیگناه آقای امام حسین علیه السلام، پایه ریزی کرده، چطور در مقابل عجز و در حقیقت گریه و زاری و ندبه حضرت ام البنین و حضرت زینب سلام الله علیها ساکت میشه و به اونها اجازه میده که در حقیقت این کار رو بکنن، یا یعنی که نه اتفاقاتی افتاده و مانع شدن حالا به نحوی بر انجام این کار توسط این بزرگوار؟ البته بله، در تاریخ داره و حتی نقل میشه از آیت الله العظما مرحوم حاج حسین محمد شیرازی که ایشون معتقد بودن که ام البنین را مسموم کردن، چون دستگاه حاکم تحمل نداره که ببینه یه افرادی ولو با گریه مظلومیت آقای امام حسین علیه السلام رو فریاد بزنن و ضدشون مردم رو بعید هم نیست، چون حقیقتا اینها دست طولایی در مسموم کردن و از بین بردن مخالفین خودشون داشتن. این مطلب رو که اشاره فرمودید چقدر میشه بهش یعنی در حقیقت سندیت داد؟ چون بالاخره ام البنین سلام الله علیها از مخدرات هستند و از مقربین هستند، اینطور بگیم باب الحوائج هستند دیگه. و احتمال اینکه حالا فرمودید طبق فرمایش مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی رحمت الله علیه ایشون هم مسموم شده باشند، این چقدر میشه استناد کرد به این مسئله؟ البته با در نظر گرفتن اینکه آیت الله ما مرحوم شیرازی محقق بودن و خود ایشان و کتاب های ایشان اصلا یه مصدر برای ماها هست، یعنی برای مسلمان ها، چون اونایی که اهل فنن متوجه میشن بنده چی عرض میکنم، که خودشون و کتاب هاشون یه مصدر هست. حتی اگر ایشون دلیلی را هم نداشته نیارن برای ما، البته بل از کتابی جایی مثلا ذکر کرده باشن، استنباط ایشون مصدر است. بی دلیل ایشون صحبت نمی کردن، لذا هم خودشون و هم فرمایشاتشون کتاباشون اینا در واقع مصدره. لذا ایشون روی تحقیق بوده که می گفتن، و من خودم از ایشون شنیدم که حضرت زینب را هم مسموم کردن. بنابراین این بانوی مخدره در مثل همچین روزی، روز 13 جمادی الاخره سنه 64، دنیای فانی را وداع گفتن و فرز اون نوشون آمدن گریه کنان خدمت آقا امام سجاد سلام الله علیه و عرض کردن ابن رسول الله، مادرم یعنی جدم، مادر بزرگم از دنیا رفتن و آقا امام سجاد سلام الله علیه ایشون را به خاک سپردن و در زاویه چپ بقیه اونجا به خاک سپردن و اونجا مدفونشون سلام الله. و خودش همین یک افتخاریه برای ام البنین که با دست مبارک امام زین العابدین خاک سپاری بشه. بنابراین ام البنین در مثل همچین روزی یک عمر با برکت و یک عمر پر درخشش و پر آوازه نیکی و خوبی پشت سر خودشون گذاشتن و الگو شدن و تا الان برای ما الگو هستن و واقعا یکی از قهرمانان ارزش‌های انسانی شدن و ارزش‌های
جامعه متمدن و تمدن یافته و تا الان هم این بانو زنده هستن بین مسلمان ها و خیلی از لحاظ حاجت روایی، یعنی در اثر اون اخلاصی که داشتن، البته که اون اخلاص هم نتیجه همون معرفت و شناخت و آگاهی ایشون بود از اهل بیت، از خدا و رسول، و اخلاصی که داشتن در اثر اون ایشون ثابت موندن و در مر تاریخ همه از او یاد میکنن و باب الحوائج شدن. لذا خیلی ها در تاریخ ما داریم، کتاب هایی هم در این زمینه نوشته شده که حاجت هاشون رو به واسطه ام البنین و نظر برای ام البنین، نظرهای مختلفی هم شده و میکنن. یکی از نظرهای مجرب و معروف برای ام البنین صلوات فرستادنه. صلوات فرستادن برای ام البنین بسیار مجربه و حتی در بعضی کتاب ها اومده که انسان بتونه برای خودش یه چند روزی را، برای اینکه حاجت های مهم داشته باشه، چند روزی را مثلا از اول ماه شروع کنه، روز اول 1000 مرتبه صلوات بفرسته با این لفظ: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به ثواب ام البنین، ثوابش رو هدیه بکنه به حضرت ام البنین برای آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله. روز دوم 1000 مرتبه این ذکر رو بگه برای آقا امیرالمؤمنین و ثوابش رو به هدیه بکنه به حضرت ام البنین تا آقا بقیه تمام. روز سوم برای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا روز 14 که آقا امام زمان. و روز 15 اینطور داره که روز 15 را برای اهدا میکنه برای خود ابوالفضل، و روز 16 را اهدا میکنه برای حضرت زینب سلام الله علیها، و روز 17 اهدا میکنه به خود ام البنین. بسیار که مجموعا برای ام البنین و 1000 بارم به ثواب ام البنین، به روح ام البنین این صلوات رو میفرستن. این خیلی مجربه، حاجت روا بشه. و حاجت ها خیلی بشه. مجموعه زیادی بنده در کتاب ها دیدم. خیلی ممنون و متشکرم، بسیار بسیار عالی. ما متاسفانه چون وقتمون هم داره به پایان میرسه، من شرمنده هستم از هست عادی، ولی که حقیقتا ام البنین همچون فرزندشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باب الحوائج هست. بینندگان عزیز خیلی ممنون که با ما همراه بودید. هر کجا هستید پیروز و سربران باشید. التماس دعا و یا حسین از دل کشد مرغ دلم به سویت، پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.